ادیرامان نخست وزیر آلبانی گفت سلسله عملیات انسان دوستانه برای کمک به خانواده های مستمند و بازنشستگانی که تنها زندگی می کنند در سراسر آلبانی در جریان است. کمک های غذایی، دارویی و دیگر اقلام حیاتی آنها تامین خواهد شد و این کار تا پایان جنگ با ویروس کرونا ادامه می یابد. نیروهای ارتش آلبانی در عملیات انسان دوستانه شرکت دارند. وزیر دفاع آلبانی نیز گفت نیروهای ارتش روز یکشنبه به عملیاتهای انسان دوستانه ادامه داده و در همکاری با آژانس حفاظت مدنی و دولت های محلی تحویل دهی اقلام غذایی به بیش از 600 خانواده مستمند را انجام دادند. پروفسور آربنگاتا رئیس دانشگاه پزشکی تیرانا از مردم خواست تا برای جلوگیری از موج جدیدی از شیوع ویروس کرونا فاصله فیزیکی را مراعات کرده و مقید به بهداشت فردی باشند و آن را یک جبر و تنها راه جلوگیری از شیوع مجدد ویروس کرونا و شکست دادن این پاندمی دانست. وزارت بهداشت آلبانی اعلام کرد تعداد کل مبتلایان در حال حاضر 872 نفر و آمار جانباختگان کماکان 31 نفر است. سایت پلیس آلبانی روز 20 اردی بهشت اعلام کرد شماری از شهروندان به خاطر نقض ضوابط و اقدامات خلاف مقررات بازداشت و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. همچنین رسانه های آلبانی از مداخله پلیس برای متفرق کردن تجمعها و تظاهرات جامعه مدنی در میدان اسکندر در تیرانا خبر دادند.